Ne, edi kavovoy tüste. Edi o kavovoy tüste. Kavovoy şogird to halifa xeyli farq mekuna. Omedi? سلام دوستای عزیز، امید که در هر گوشه و کناری که هستی جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به یکی از برنامه های دیگه مهمان و میزبان. در این برنامه باز هم به یکی از رستوران ها آمدیم و امروز ببینیم که با ما چی پخته میکنه و مواد های لازمش چی است. و شما تا آخر برنامه بیننده باشید و یادتان نره که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و همچنان نظریات نیک خود با ما شریک بسازید. حالا هم میریم طرف رستوران. خب دوستان، حالی آمدیم داخل رستوران زوهاک و اینجا کسی که مسئول رستوران هست در کنار ماست بیشتر معرفی میشیم. سلام، خوب هستی؟ خوب هستی، صد خوب، خیر خیرت. تشکر. نامتان؟ نام من غلام است. غلام جان، چند مدت میشه در اینجا کار میکنی؟ اینجا در حدود 10 سال میشه. 10 سال. خب این رستورانتان از چه وقت در اینجا فعالیت داشته؟ این رستوران بیش از 20 سال، 25 سال با فعالیت بود. باز 10 سال میشه که من پیش خودم هست. خب فعلا دمی قسمتی یا ناکی رستوران داره، خیلی رستوران های زیادی ساخته شده. چی تاثیر مانده روی مشتری تا؟ تاثیر کدام خاص نداره. ما کسیم غذای بسیار لذیذ پخته میکنیم. مشتری من نام خدا زیاد است. دیگه برای هتل زیاد است. سی بغل ما سو بغل هم. مقصد نان خوبش همیشه هر قسمه. دقیقاً. خب نام خدا بسیار یک رستوران بزرگ هم هست. خب چند شاگرد دارید در اینجا کار میکنه؟ ما در حدود 10 شاگرد دارم. کبابی است، مرغ‌پز است، کورنشین است، تابلی‌پز است، نفر گارسون روی سالون است. گارسون در بالا دارم در برای اتاقا. دیگه خودم هستم سر داخل. خوبه. یعنی خوب نفر گیر کن سر داخل. کدام در کدام فصل ها بیشتر مهمان دارید؟ فصل مکتب ها رخصتی می باشه. مردم زیاد می به خاطر که بنده می رام است. اینجا جای سرد است. دوم دیگه بر تفریح می مردم. شاره می گرده، بطاره می گرده. باز زیادتر مسافری نمی جمع باشه. دقیقا، چون بامیان یک شهر فرهنگی است و سالانه خیلی گردشگرها از ولایت های مختلف و مخصوصا از کشورهای خارج در این ولایت زیبا می آید تا از جاهای دیدنیش دیدن کنه. خب چند نوع غذا را خودتان دمی رستوران پخته میکنید؟ قریب یک 10-12 نوع غذا است. قابلی داریم، قابلی ازبکی داریم، چاینکی گوسفندی داریم، داشی گوسفندی داریم، شوروای گوسفندی داریم، دیگه کباب داریم، کباب مرغ است، کباب گوسفندی است، کباب تکه است، دیگه کباب شامی، مرغ سخاری. بسیار خوب. خوب ما از منوی غذایی یک غذا انتخاب میکنیم. خوب ما خوش دارم که امروز کباب گوسفند نوشیجان کنم و اگر کدام گفتنی دیگه ندارید ما را طرف آشپزخانه راهنمایی کنید که تا ما امروز کباب گوسفند انتخاب کردیم و او را پخته کنیم و نوشیجان کنیم. حالا گفتی کباب گوسفند امتحان میکنی؟ بازم ما گفتنی خاص دارم که می مردم از کابل می، از ولایت های دیگه می، از خارج می اینجا بیای از هتل ما یک دیدن کنه، کباب گوسفندی رو نوشجان کنه، دیگه کدوم گفتنی خاص ندارم. حتما میه به شرطی که در فروشش یکم تخفیف داشته باشه. تو تخفیفش اونموس که غذای خوبش میتیم ما. نه، بازم پولش مهم داره. پولش مهم بود، خیر پیسه نداشت، ما پیسه زیافه هم میتیم شد. چقدر خوبش. دوستا خیدمی رستوران بید، هم نان بخورید هم پول بگیرید. خب با آلی ما را طرف آشپزخانه ببرید تا ما امروز مو کباب گوسفندی که گفتم شما از اول تا آخر ببینید که این کباب گوسفند چه قسم مخته میشه و مواد های لازمش چی است. پس تا آخر برنامه بیننده باشید. Thank you.
قسمی که در اول برنامه گفتم امروز میخواییم که کباب گوسفند آماده کنیم و گوشت گوسفند آوردیم تا آشپز توته توته کنه برای کباب آماده بسازه، بعد گوشت هم میبریم تا که اخته کنه، بعد از او میریم که طرف ای که کباب آماده بسازیم. پس شما تا آخر برنامه بیننده باشید. سلام، خوب هستی؟ سلام، زنده باشید، خوش اومدید. خوش باشید. نامتان؟ نامتان خلف عبدالله. خب خلیفه عبدالله، چند سال میشه که در این بخش آشپزی هتل کار مونی؟ تقریبا یک نیم سال میشه. کدام آشپزی، کدام دیگار تو پخته میکنی و این کارم پیش میبری؟ گوشتانم توتا توتا میکنی؟ گوشت توتا میکنم، داشه میکنم، برنج، شوربا، لوبیا، این چیزا بلد است. خب افضل جان، ما امروز میخواییم که کباب گوسفند بخوریم و اینجا گوشت گوسفند هم آورده. گوسفند تازه گوشتید یا نه؟ خب خوبه. خب امروز ما میخواییم که کباب گوسفند بخوریم. خود تو آماده میکنی کباب یا نه؟ کدام همکار؟ کباب قطع همکارانم آماده میکنم. خوب است. خب گوشت قابلی من میگیرم جدا کده. اینا افضل جان در بخش قابلی کار میکنه و خودشان قابلی آماده میسازه. کسی که کباب آماده میسازه اونا بیرون هسته و تا که گوشت گوسفند اینجا توتا توتا کنه، بعد از اون میبره طرف کباب کدنش. و شما تا آخر برنامه بیننده باشید. کناری کبابی هستیم که اینا امروز میخواد کباب گوسفند با ما آماده بسازه. حال بیشتر با خودش معرفی میشیم. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم، جور بخیر، تگرس را خیرتی. تشکر. نامتان؟ نام فریدون است. فریدون جان، امروز ما میخواییم که کباب گوسفند با ما آماده بسازی. با ما بگو که چند نوع کباب هسته و دخته شدن کباب از کدام مواد ها استفاده میکنی؟ خوش، کباب تکه است، کباب چوپان است، کباب کباب مرغ است، کباب شامی است، کباب گوسفند است. این کباب ها رو ما میجه جور میکنیم کلشه. دمی گوشتخانه تیار میشه، اخته میشه، میره سر کوره پخته میشه. حالا ما که فعلا شلکشی میکنیم گوشت گوساله است. ایمی گوساله است. بعدنش میاد گوشت گوسفند. بله، بعدن از اینکه خلا شد، شلا شد، کلش چی شد، قیله شد، بازی اخته میشه. اخته که شد بازی رو میمونیم تا سبارا، سبارا ساعت 5 بجه صبح سیخ میزنیم، سر کوره میبریم. تا سبارا دخت میمونید؟ خب دخت شدن چه از کدام مواد ها استفاده میکنید؟ سیر، قوری انجیر، نمک چینایی، دیگه کیوی، دیگه بیشتر رقم دیگه اخته میکنیم. گوشت مختلف باشه، سیاه باشه، دیگه گوشت سخت باشه، گوشت نرم داره، هر رقم دیگه ما طریقش یاد داریم که چه رقم اخته کنیم. در اخته شدن چه گفتید از مواد های مساله هم استفاده میکنید؟ مساله، غوره انجیر استفاده میکنیم، نمک چینایی استفاده میکنیم، او پیاز، سیر، این یارا کلش استفاده میکنیم در وقتش. این بسیار مشت داده میشه، بسیار لط کده میشه این کباب تا وقتی کیار کنه خدا. بسیار جنجال زیاد داره این کباب. خب خیر، جنجال داره. امروز باز ما فرمایش دادیم که در ما کباب گوسفند آماده کن، امروز دیگه با ما آماده میسازیم. خوبه خوبه، 100% چرا نه، چرا نه. خوبه، در این برنامه ما با فریدون هستم. فریدون یکم قار معلوم میشه، نفهم چرا نیستیم. ما قار نیستیم، چرا قار باشیم؟ ما کست دو چشم، ما کست اونو گوشته. خب بسیار قار کلان در دست ما متوجه گوشت هستیم. گوشت ایره که میبینی حالا فعلا ما شلا میزنیم. خب ایره شلا میزنیم، این کس خود گوشت است، اینه می کس خود گوشت است، ایره میگه کباب گوساله. فهمیدی؟ کباب گوسفندش کدام؟ کباب گوسفند فعلا در روی دسترخوان افتیده، او فعلا خشک نشده، اینه می که بعدا خلاش های دیگهش میاد، دیگه گوسفندش میاد. خب
فریدون جان، من اینجا که متوجه شدم وقتی یک گوشت چی را همین گوشت توتا میکنی، یک قسم او را اینطوری مالیده مالیده توتا میکنی چرا؟ خب یکی مالیده مالیده است که از خاطر شله زیاد نکشه ای. خب شله که زیاد کشید باز نقص دکاندار است هتلی، باز دیگه ما را کس خوش نمیکنه. هر کس که در این کار مهارت زیاد داشته باشه باید شله را کم بکشه. باز یکی گوشت کوبیده را مردم گویم به حساب آل ما آمیانه شده شامی میگه. این کس بسیار نام از این بد شده، فهمیدی؟ آل قدر کس استفاده نمیکنه. امی کباب شامی را؟ بله بله بله. اگان وطلی های هست که اگان چیزای دیگر را مندازه، فهمیدی؟ آل ما میخواییم که از این کم بکشیم، از این پرده میگه. خواهی ره یعنی ره که میگه پرده میگه ایره خواهمی ها پرده میگه. ای که در داخل کباب باشه دیگه ایره که من میگم عرقم کنی اخته نمیشه، خورده نمیشه، بسیار سخت مریض میکنه آدم. تشکر. خب دوستای عزیز، شما تا آخر برنامه بیننده باشید که اینجا فریدون جان امی گوشت توتا توتا میکند، بعد از او میبریم که تا او را اخته کنیم و شما ببینید که در اخته شدنش کدام مواد ها را استفاده میکنه. و امروز فریدون جان با ما هست و امید که یک کباب گوسفند خوب خوشمزه ای را آماده بسازیم. پس شما تا آخر برنامه بیننده باشید. شما دیدید که گوشت خرد خرد کرد و ولی نوبت از این رسیده که استاد او را اخته کنه. خب استاد جان، مرحله اختهش را به ما بگید. مرحله اختهش اینمی حال دیگه شروع سی باید یک مش زده شوه. یک مش زده شوه خوب سم سیده. ایتی یک مش زده میشه بعدا سیر انداخته میشه دهی. این حال ما سیر مندازیم. سیر قبلا داخل آون کوبیده کوبیده ایمه. این کس سیر است. سیر؟ الان ما این یک مشت بزنیم. این مشت داره میشه خوب در کباب بچسبه دیگه شیره کنم. خواهی را چقدر مشت میزنید نمروی سیر؟ پنج دقیقه دیگه، پنج دقیقه این مشت داده میشه که همین سیر در جان کباب بشینه. خب نام خدا اینجی اگه ما تو دیگه خوب داره برای مخصوص اختشدن کباب. بله بله. امروز خب گوشت ما کم هست. تو ما کم هم بزنیم. این حال ما دیگه؟ شش دیگه. سیر شش. ما میخواییم نمک چینایی کردیم دیگه. نمک چینایی؟ بله. یه اندازش مشخص نیست؟ مشخص هست در ما دیگه. هرچه که مردم که مقدار ضرورت گوشت که باشه. و غیر از نمک چینایی از اون نمک عادی میندازیم؟ ما میندازیم، ما دقات سیر داشت. خوبه خوبه. خوبه ایرم خوبه، ما تو مشت بزنن. بله بله. بعد از کدام مواد هستم؟ بعد از این میپرده ما یک چیز به نام کابلانکا میگیم. کابلانکا؟ بله. حال تو میبینی که ما میندازیم دهی؟ دیگه فکر میم نوبت هنزیه. بله. یعنی میبینی که کباب در حالت جور شدن است. استاد اما تو بالا برا ما کم کم میزنی. یا نو از کم هست این کابلان که هست. یا چی ساره؟ یکی از گوه هست. این رو میزنیم از خاطر که تعمش بالا برا. خیلی تعم از این بالا میبره. فکرم رو پیشتر از مرقش در او کباب مرق. بله بله. از این چند دانه استفاده میکنید؟ از این سه دانه، هر مقدار ضرورت میشه که ما دیگه آگان روز 40 کیلو 45 کیلو کباب اخته کردیم. 4 تا میپرتیم، 5 تا میپرتیم.
بازی در کباب چی فایده داره؟ این دیگه تعمش بالا میبره. یک تعم داره که در این سالون یا در جاده هر جایی که پخته شد بوی کباب دیگه میاید. خوردم نتونی مجبور استی که باید از این کباب استفاده کنی. خب میگه که همه کباب کسی یک بوی خاص داره دیگه. همزو خاطر همی موادی که انداخت به خاطر بویش بود. این کباب با شما کم کم چست پیدا کرده بایست. گالی ما میبردیم غوره انجیره. غوره انجیر به نام غوره انجیر میگه. این بسیار فکرتان زیاد بگیری که اگر زیاد پرده کبابا میشارانه. این بسیار دیگه در میده بسیار نقص داره. اگر زیاد پرده بسیار نقص داره. باز همین کباب که پخته شد امرای دانه انگور میگه چی میگه؟ غوره انجیر. غوره انگور دیگال او غوره انگور کسی قدر استفاده نمیکنه. زعفران مساله آمده، مساله چکلی کباب است، بسیار مساله های بلند آمده آله. خب آل او رو قدر وقت بود که امکانات کم بود. کباب دیگه آمده میشه. خب دوستا بیشتر آبی پیاز کشید. او رو چه وقت استفاده میکنید؟ آخر استفاده میکنید کباب ایمون بان که بره. کباب که شما میخورین این مفت مجانی زیر نبشه. این زامت کار داره. خدای نخواسته یکیش این طرف نپره خود یک لقمه حیف شد. همه پر با این خاطر خلیفه ما دیگه کلان جل کرده ندیدیم. این حال چند دقیقه بعد آماده میشه این؟ این حال دیگه ایده میمونیم بر فردا. این کباب از فردا است که خوب اخته شد. بسیار زحمت هم کار داره این کباب. بله بله اگان نفر از کباب میخورم میگه وای ما دل ما درد کرده. تو کباب جور کردنش بسیار مشکل هست. حال ما یک دفعه اینه چک میکنیم که شده نشده. چک کشید خب؟ اینه شده. وقتی تو بعد ناخون چی شد دیگه؟ شده کباب دیگه از این بلند نمیشه. خب آب پیازه چه وقت میندازید؟ آب پیازه این حال میندازیم. نمک از این عادی از اینه قدی سیر کفته بودیم خب؟ ببین کباب آل چست پیدا کرد. آره وقت بود رنگ کباب هم کشیده تغییر کرد دیگه. آماده شد دیگه مواد های خدا خود. اما نمک آدی تیز دوله شد بیا. من نمک آدی ندارم من بیان بر بیان. اینه پیشه اینجیه نمک یادیه اینه یک دفعه میچشیم باش نمک داره نداره. اینی کم نمک این حال میتونه نمک دید. خوبه آمیدی؟ حال میتونه نمک از این نمک چقدر استفاده منیم؟ از این نمک دیگه کمیشه در سیر مندازیم. خوب که سیر کفته شد مقدار ضرورت باز چشک کده مندازیم. چشک شکل کنی یه نمک فکر کن که دیگه نمک چشک میکنی. با مو اندازه میندازی؟ با مو اندازه. کباب چست پیدا. این حالا او پیاز از میندازه. پیاز هم میندازه. خوب باید. شما دیدید که چه قسم کشید. او پیاز ها به خاطر چی استفاده منیم؟ برای خاطر که نسوزه تعمش بالا ببره. مردم باید کباب او دار بیر نی؟ کباب خشک کس نمی خواهد. اینه ببینیم کباب سوز شد نی پس آه.
باز آب پیاز بعد چی اندازه میندازید؟ آب پیاز دم که مقدار گوشت. یعنی مثلا کم انداختی پرت پروانه دار. اگه آب پیاز زیاد شد باز؟ زیاد شد. به نام لطکش یک چیزی میدید. دو دانه صافی پاک باید پرتی. تا آب شد بکشد. آه. شور بیتی باید بگیرد. که آبی ما شما شد تیار خلاص هست دیگه خانیم حالا ما اینه در تشت بپردیم میمانیم سرش صافی کش میکنیم میمانیم تا صبح تا صبح آه تا آمده شد روی ما پر از آبی کباب شد خب ولی چی کار میکنیم حالا اینه در مامان تشت میپردیم خب خیره مامان باید هم کاری میکنم کمک کن استاد آیست آیست این کباب باید بیشینه نه؟ خب این آنوز دادستی دوستا دیگه نفر باشه ما بسیار ایره قایم میزنی ایره میگه کباب گوسپند خب ایره گوسپندی میگه دیگه این گوسپند هم نیست حال فعلا وقت براز دیگه کباب براز دیگه این وقتی ای چربی ها ایناله ای چربی باید لقد کباب زده شد از خاطر گوسپندیست نه؟ خب دوستان شما دیدید که کباب اخته شد آلی داخل تشت انداخته تا تا در صوبه اما تو دخته بمانه تا که برای ای که در سیخ بزنه آماده باشه دیگه تا وقته خب آلی چیکار میکنیم؟ اینه دیگه فقط دست نمیره سر صافی کش میگیریم نه در یخچال میمونی به این چیز اگه در یخچال بونی با سخت میکنه خدایی ام تو تا صبح در بیرون میمونی؟ نه نه دیگه پروا نداره دیگه این کل چیز داره مواد داره ترش نمیکنه گنده نمیشه این چیز نمیشه این دیگه درست وقت داره قابل خوردن است درست بسات تمام کبابا امی ساعت که جور کردید تا صبح بمانیم یا نه؟ نه 5 ساعت نمی کباب ما جور میشه غیر کباب مرغ که فوری جور میکنیم کباب مرغ کباب گوسپند کباب چیز گوساله 5 ساعت وقت داره فهمیدی؟ میتونی فردا هم بخوری میتونی 5 ساعت بعد هم بخوری خوبه که استاد ما 5 ساعت بعد بخوریم خوبه گپ نداره ما در خدمت هستیم خب دوستا شما دیدید که استاد گوشت اخته کرد و مواد های لازمیش رو هم دیدید که کدام مواد بود و حالی هم تا 5 ساعت بعد میریم یک چای میخوریم بعد از زود برمیگردیم و این امی کباب اخته شده رو در سیخ میزنیم بعد میبریم سر کره که پخته شه ما 5 ساعت منتظر شدیم ولی امی کبابی که ما استاد اخته کرده بودیم کاملا آماده هست و اینجی آمدیم که سیخان هم آوردیم که کباب در سیخ بزنیم و ببریم سر کره پخته کنیم و نوشیجان کنیم خوب استاد آماده است؟ کباب آماده است که بیادرها کباب آماده است شما میبینید کباب آماده شده کباب آماده شده فقط حالی ما سیخ میزنیم رایی مگه سر کره که پخته کنم خب استاد من امروی تون در سیخ بزنم سعی کن که در دست سیخ درو نکنه نه میتونم من خب یک دانه نگه دیگه نیست چهار دانه بگیرم تو مثل من خب ما اول یک دانه میگیرم باز پسان خب یک تا گوشت یک دانه دیگه یک دانه چربی رو خراب نکنی مثل من روی سک سوری دستیم قبرقه باید دیگه خوب انتی چیل نمیشه
خب استاد چند مدت میشه که اینجا در بخش بخش کبابی شه پیش میبریم؟ دیگه فقط که خود بچه بودیم که دمی شغل هستیم تال را خب تامی لاله هستیم دمی کسب خود دیگه ما هم شاگردی کلیم دیگه شاگردی که نکنیم خودتان در پیش یک دیگه یاد گرفتید پس اینجا مدیم چند تازه دید من زیاد زده فکرنم سعی کن مثل ما وردی اما قبصه؟ نه تو دو خورو گوشت زده خلیفه اگر خبر شما اما قبصه نه؟ ایچین دنکار داره نه دیگه این سعی کسید دست ما یک دفعه سعی کن خب خواهی ندیگه سعی شد نه نشده سعی او سعی نمیشه دیگه خب استاد شما یکی رو دمه جور کن خو خیر از نمیم سعیه خب استاد چند شاگرد دارید در می ما دو دانه شاگرد داریم دو دانه یک دانه کس در سر کور است پخته میکنه یک دانه دیگه کس همیال قدیما است در موجه در گوشت خانه قدیما کمک میکنه گوشت قیله میکنه گوشت زیاد است گوشت زیاد است خب گوشت زیاد در هر بخش دیگه هر بخش کباب هر رقم است یک کباب گوسفند است کباب تیکه است کباب چوپانه کباب مرغ کباب شامی است کباب جگر است خب دوستان شما دیدید که هم استاد همی گوشت در سیخ زد و هم ما فقط 4 تا در سیخ زدیم و استاد نام خدا خیلی زیاد در سیخ زد چطور استاد این رو ببینید خوبه ببینید میگه طبق وزن در مشتری ها میتر خوبه خوبه گپ نداره دیگه با شما میگه که خانوما بسیار در چیز لایقه خب معلوم داره که لایقه خب آنمایی که خودم دستیخ زدیم خودم میخورم بخاطری که سر خانما مقصد گپ نداریم خوبه خوبه چرا گپ دهیم دیگه حالا گپ زدن نداریم دیگه حالا خلاشید از گپ زدن خب استاد میریم سر کورک او کباب پخته کنیم اینا را با از ما خلاش ایره خود ما سیخ میزنیم ما هستم قد یک دانه شاگرد دیگه حال میرید سر کوره به نام طاهر یک بچه را میگه نه استاد خودتان برید خود ما پخته کنیم خوبه گپ نداره خوبه 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 گپ نداره خود ما پخته میکنیم بخشید خوبه خب دوستان شما بیننده باشید حالا میریم سر کوره ای کباب رو بریم که پخته شوه و نوشی جان کنیم این اصلا که استاد پخته نمیکرد مزدور سر شله ای زدم که خدا کنه که یک کباب خوبش پخته کنه به خاطر که از زور گفتم در زور گفتم خوبه خوبه گپ نداره شما مهمان هستین هرچی که شما بگین دیگه گپ نداره واقعا مهمان دوست خدا است خانه میریم طرف کوره که کباب پخته کنیم دوستا شما دیدید که ما کباب در سیخ زدی آلی آوردی سر کوره که پخته کنی استاد امو چیزایی که خودم امو را که در سیخ زده بودم خود امو را اینم یک کبابای توست اینه اینی کبابای توست اینی ها کبابای توست کبابای شاگرد تا خلیفه خیلی فرق میکنه فهمیدی؟ هیچ فرق هم نداره مکنی فرق داره اینه تو سایی که در سر زغال میچسبه نه؟ از ما رو سایی که سایی که از ما رو خیره و شما یک مدت کار کردید خوبه خوبه دیگه ما خلیفه خب استاد دیگه چه کار دارید؟ کار نه دیگه یا کار ندارید؟ خب ایره ما در یک جای بانم خوبه خودم بردار بچه بله بردار این کبابم خب این کبابا از وقت بوده از مردم هست خب استاد خودتان چند نو کباب پخته میتونید؟ هر نو که بگی ما تو کباب پخته میکنم 6 نو 7 نو 8 نو هر رقم کباب که باشه دیگه حالا ما کار کردیم دیدیم دیگه بسیار قد قد گوش بسیار دیگه ما تا بالا میشیم دیگه قد گوش بسیار تا بالا میشیم دیگه از خاطر که گوش گوسفند گوساله گاو اینه در کابل ما گاو میشم کار میکردیم مقصد جای کباب کدامش خوشم از اتر گوسفند 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 مال بهشت است دیگه مال بهشت مزه نداره گوسفند چه تو مال بهشت است دیگه گوسفند مال بهشت است دیگه خب استاد زغال از این از کدام چوب استفاده میکنید؟ زغال از این از چوب بلوچ است میتونید از خود زغال هم استفاده کنید؟ از خود زغال کسی جور میشه زغال یک دفعه چوب در میگیره چوب که در گرفت باز گل میشه فهمیدی؟ گل که شد در سرش خاک میپرده خاک کنداخت با زیر زغال جور میکنه این دما میرسه باز خب چند دقیقه بعد پخته میشه کباب؟ حال دیگه پخته است دیگه ورخطا نشه دیگه
خب دوستم من یکم گوشنه روی هستم میخوایم تستر بخورم. تستر بخورید گپ نداره دیگه، حالا بخیر خلاص هست دیگه میخوری دیگه. خب استاد دیگه امروز زیاد اذیت شدید، خب خیره دیگه. نه نه دیگه مهمون کس میگه دوست خداست، هر چی که اذیتم کنه فرما ندارم. خب دوستا استاد امو تو میگه خدا خبر در دل خود چی میگه. نه 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 ما گپ نه میذاریم، چرا مهمون هسته شما مهمون. دودم داره این کباب؟ دود که نداشته باشه، کباب بی دود میشه دیگه. کباب باید دود داشته باشه، طعم داشته باشه. طعم از اینه میبینی که نمیال هر کس که باید بگه بخورم میره. خب دوستا در لب سرگ است، در فضای آزاد هم است. اینجا دودم دودش وقت فهمیده نمیشه چون در فضای آزاد هم باز هر کس سرگ تیر میشه بیچاره دیگه دلش او میشه. خدا رنگ خدا کشیده. آه دیگه این رنگ خدا حالا دیگه پخته شده رئیس. اونمو زدنا بود کال دینی آلت رسیده اگه نه خواهی خوردن نمیشه. راست میگه دوستا در بود تو بالا میکد باز میزد در روی چی در روی مودک ما بخی میترسیدم. خب استاد بعضی وقتا شده که در خانه خودم کباب پخته کرده باشی؟ بله 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 ما هر دفعه که از اینجا میریم خانه اشتا کاش الله میشه که تو در ما کباب جور کن. مگر ما کباب پخته میکنیم خودمون نمیخوریم، خودمون نمیخوریم دیگه، اینو میتیم یکان سیخ اگه بخوریم. چرا خودتان نمیخوریم؟ خود دیگه ما این سی کده 24 ساعت در دود ازی هستیم در پیش ما هست دیگه، اونقدر پیش ما بخی به تفاوت شده میخوریم کم. خب میگه که آشپز از دود از بوی نان سیر میشه. خب استاد این دود از ضرر نداره دمی کباب؟ والله اگه ضرر هم داشته باشه دیگه ضرر داره، ما خیلی دیر کار کردیم دیگه، همین صبح کی وقت ما زیاد او جوش میخوریم از خاطر همین دود از خاطر دود از باید ما او جوش بخوریم که باید ضرر نرسانه دم. و میبینی که من هم از خود دفاع میکنم هم از کباب باید دودش سوی من نبیاد. نه دو کس هر دقیقی دودش دودش از طرف مرار میگیری؟ نه نه هر دقیقی توی تو میکنی من یه زید به تفاوت هسته نمیبینی. شما عادت کردید نه؟ ما قدید ها دیگه یه خود کم هست بر فکر که بر تو بر چیز هست کامرامین هست دیگه. این کباب ما این سر تا آخر چاش دین که دیگه حال نیست دیگه خلاصه. همه میگه ده و هشت و بیست و پانزده این وقتا مسافر هم نام خدا زیاد است. بندمیر دیگه خودتون میفهمید. هر مسافری که میای در بندمیر باز میای در اینجا کباب خورده. آه باید بخوره باید بخوره. چون بامیان بیشتری کسا در اینجا به خاطر چکر زدن میایه. بله، 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 و مخصوصا در تابستان و بهار. بله 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 بسیار جای تفریح سیه که بامیان که جای آرام است. خب آرام است آرام، مردم دل میکنه زودتر میاد اینجا زودتر خودم میرسانند. فهمیدی دیگه از برادرهای ناراضی بود دیگه اون منطقهشان که ناامن است دیگه خودشان میفهمه دیگه که امن کنه که نمیتو بیایه دیگه باید دکانشان بچله هتلشان بچله کار بارشان خوب شوه. بامیان خوب جای است، خدا کنه که آرامش تا آخر بمونه. خب استاد چند دقیقه بعد پخته میشه؟ بسیار دودش زیاده. پخته شد دیگه خلاص است دیگه، شما میتونید بشینی غذا میایید پیشتون بخوره. خب دوستا کباب بیخی کم کم آماده شدن هستن و شما بیننده باشید، حالی میبریم سری سرمو تخت که نوشی جان کنیم و استاد هم اینجا پکه میکنه تا تستر پخته شد و خیلی دودم داره نام خدا. خب دوستا کباب کاملا آماده هست و حالی هم سری بشقاب استاد میمانه که ما ببرم نوشی جان کنم و یادی ما نره که استاد هم امرای ما هست تا آخر برنامه. خوبه خوبه خوب حالی پخته شده دیگه. کباب تان پخته شده دیگه، کباب اودار بسیار مقبول بسیار خوبش اما او پیاز است که حالی پخته شد دیگه بسیار لذت دار. خب حالی میکشه کباب رسیده. این دوستا کاملا آماده هست. خب حالی میریم تا استاد میریم در تخت که نوش جان کنیم. خب بریم. خب دوستا تشکری خاص میکنم که داییدم ما را همراهی کردید و تشکری خاص خاص از استاد میکنم که امروز با ما همکاری کرد و امی کباب گوسفند آماده ساخت. خب حالی هم زیاد منتظر نمیشینیم، کباب نوش جان میکنیم تا یخ نشه و در آخر از استاد میشنویم که چی پیام داره. دیگه ما کدام پیام خاص نداریم دیگه، در وطن ما صلح بیاید آرامی بیاید که مردم کار بار شده باشه و دیگه ما کدام پیام خاص نداریم، کل مردم تشنه صلح هست. صلح بیاید که همین کار بار مردم شروع کنه دیگه، شروع کنه تجارت شروع شود
دیگه ما یکانو چیز داریم که باید سل شود، سل سل خود سرتاسری شود دیگه انشالله. خب دوستا، امید که صلح سرتاسری برقرار شود و حالی هم کباب رو نوش جان میکنیم، ببینیم ازش چه قسمی آمده. خب استاد، ما برد مساله میزنم کباب. خب این مساله شم، این مساله هست، این کباب هست، مساله هست نوش جان که کباب هست. اما خدا کاسه های مساله شیچ خورد میه. خب از سرش نوش جان کنیم، نمی که خودم جور کرده بودم. خب یه رسای که نرم از کبابش نه؟ ما به جازه هست یک سیخ بخورم نه خورم نجا فای به جازه این سو چای پرکی؟ خوبه، چای هم بخونم یا پیپسی طلب کنم برتم؟ نه چای خوب کرد. خوبه دوستای عزیز، واقعا خوشمزه هم کباب گوسفند قسمی که استاد گفته بود چیزی بهشتی؟ چی گفته بوده؟ مال بهشت است. مال بهشت. خب دوستا، تشکری خاص میکنم که تا ایدم ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون قرار میگیرم، با یکم تو غذایی که در رستوران ها پخته میشه شما را به خداوند یکتا میسپارم. و یادتان نره که شما میتونید کانال یوتیوب ما را سابسکرایب، لایک و همچنان نظریات نیکتون را با ما شریک بسازید. تا برنامه دیگه، بدرود.